عبدالمنان شیوای شرق فعال سیاسی برای بحث بیشتر در این باره با ماست خیلی خوش آمدین آقای شرق آیا تمدید روند ثبت های رای دهندگان در شهرهای کشور و افزایش آمار ثبت نام کنندگان کمک خواهد کرد سبب افزایش آمار ثبت نام کنندگان خواهد کشی شد و بیشتر شهروندان چچفی خواهد کرد که به پای مراکز ثبت های رای دهندگان برند بسم الله الرحمن الرحیم درود خدمت جناب شما بیننده محترم میتون بحث اعتماد سازی و بحرانی که پس از انتخابات در افغانستان شکل گرفته نیازمند یک سری اصلاحات اساسی و حتی اصلاح رفتارهای دست اندرکاران نهادهای انتخاباتی هست ما با اصلاح این مسئله و اصلاحات بنیادین و ایجاد اعتماد سیاسی به منظور مشارکت گسترده شهروندان و رای دهندگان میزان مشارکت مردم در نسبت به با انتخابات بالا خواهیم برد در کنار این فرصت بیشتر برای ثبت نام بدون تردید اگر متحدانه اون ارزش های دموکراتیک و مردم سالاری از است مم. کسانی که هم نام هستند و کسانی که رأیشان مورد نظارت قرار میگیره و نادهایی که این پروسه را مدیریت میکنن قرار بگیره مطمئنا مردم مشارکت خواهند داشت ولی یک نکتر یاد نبریم که مردم افغانستان و شهروندان افغانستان در بحران پس از انتخابات پس از فروپاشی مردم سالاری که نسبتا شکل گرفته بود دیدی به اعتماد نسبت بر چگونگی ارزش آرای خودشان دارند بستگی به این داره که چقدر تعهد دموکراتیزه شده و تعهد اساسی برای پاسداشت از آرای مردم مم. افغانستان توسط نادهای ناظر و نادهای مسئول وجود دارد تا یک بار دیگر مردم افغانستان صبوری را که در برابر تمام مل... ملایمات افغانستان دارند بار دیگر با منظور به یک مردم سالاری شفاف و نسبتا دم... دموکراتیزه شده بیاین بر پای صندوق‌های رأی و این نیازمند چگونگی ارائه یک بسته پیشنهادی عملی و واقع‌گرا از آدرس نهادهای مسئول نهادهای ناظر و نهادهای کمک کننده برای آگاهی عمومی که مردم افغانستان مبتنی بر آگاهی با سازی اعتمادی از دست رفته و بعد نوع امیدشون بر چشماندازهای یک افغانستان پس از بحران انتخاباتی بتونن میزان مشارکتشون بیشتر باشه و سهم بگیرن حالا با توجه به وضعیت محدود زمان محدودی که با پارلمانی 28 میزان مانده فکر میکنین ممکن است اصلاحات بنیادین در سیستم انتخابات افغانستان صورت بگیرد عدی اعتماد سازی در واقع شود میان شهروندان و کمیسیون و مستقل انتخابات اعتماد به وجود بیاید کو این زخم ناسوری که پس از انتخابات هست تنوزم هم تازه هست و مردم افغانستان آرای خود را در یک مسیری دیدن که نمیخواستن چنین چیزی شود یکی از آرای مردم حفاظت نکرد و شجاعت سیاسی نداشت دیگری هم تقلب کرد و آمد این به مسیر دیگر کشان نادهای مسئول، ناد انتخاباتی و نادهای نازیر به نظر من در مسیری رفتن به طرف یک مردم سالاری و انتخابات نسبتا دموکراتیزه شده بحرانی انتخاباتی که در 2014 کل باید شناسی میکردن به نظر من راهکارهای بسیار بنیادین و بسیار اساس هم از عادت سیاست مداران افغانستان جریان های سیاسی و نهادهای های مدنی نات های هم در رفتار نامزدانی که میخوان در این پروسه دموکراتیک هم بگیرن و هم از عادت دست در کاران انتخاباتی کنونی مم. و گونه تبارز بکنه که مردمی افغانستان اعتماد بکن و بیاین و این را باید گفت که به منظوری رسیدن در یک افغانستان 2050 که در او قلب و قالب مردم سالاری تفکیک شود ما یگان راهمون مشارکت در پروسه دموکراتیک و مردم سالاری هست تو افغانستان به توسعه سیاسی و بر مشارکت و بر عدالت و بر ارزش‌های افقی و پیوند شهروندی و حکومت و قدرت عادلانه واقعا دسترسی دست دست پیدا بکنه و از این مصیبتی که فعلا ما دست پا برویم و نجات پیدا بکنیم به سمت شدن و به سمت توصیح. از آن مصیبت که شما یاد کردین مردم افغانستان این مصیبت ها را در واقع مد نظر قرار داده هنوزن برخی باور ندارن که انتخابات 28 میزان برگزار خواهد شد یا نه شک و تردید های نسبت به برگزاری انتخابات ش... با وجود آمده خب مردم افغانستان حق دارن که این نگرانی را داشته باشند موقعی که رای استفاده کردن از صندوق رای کفش مم. یک آدم رای پیدا شد یا گوسفند چاق شد و در کنار یزی استقلالیت انتخابات افغانستان مورد سوال قرار گرفت ببینن این بسیار مهم است همون طور که سیاستمداران افغانستان اراده ای ندارن که آزاد منشانه بیان انتخاب بکنن و سیاست بکنن پروسه کلان ملی افغانستان مورد مداخله و مورد خدشه قرار گرفت و این مداخله گری به شرمانه فلان وزیر خارجه در یک پروسه دموکراتیک و ملی و افغانستان شمول باعث میشه که اعتماد ملی و وجدان جمعی مردم افغانستان را به تکان بده مردم افغانستان این بار تقاضاشون این است که نسبتا آرایشان مورد حرمت قرار بگیره و با رختن رأی هست که ما بر بردهشت افغانی بر عقب ماندگی واپسگرایی بر جبران فروپاشی مردم سالاری و رسیدن به اقتدار دموکراتیک و مدنی در افغانستان اینها با استفاده ای رأیشون به صندوق‌های با توجه با توجه،, با توجه با, با توجه به که نسبت به شفافیت انتخابات وجود دارد در کنار این یک بحث دیگر در این شکل گرفته و با وجود آمده در میان سیاسون به برخ... خصوص فراکسیونی های سیاسی برخی ها میگن اصلا ممکن نیست انتخابات در این وضعیت کنونی برگزار شود چون در ولایت ها امنیت به گونه مطلق بر هم خورده در شهرها هر روز مردم افغانستان قربانی میشن مراکز رایدهی مراکز ثبت نام رایده هندگان زیر آماج حملات هراسفگنانه مخالفان مصالح دولت قرار دارد در چنین یک وضعیت چطور ممکن است که انتخابات برگزار شود یکی از نگرش های اساسی در مورد رفتن به طرف انتخابات هم اساسی است اگر میزان اشراکنده های انتخابات در سر تا سر افغانستان بالاتر از پنج میلیون نباشه بلیاز ارزشی و بلیاز کمیت مشروعیت نداره این انتخابات این بر میگرده به دولت مردان ضعیف افغانستان اینها در سی سال چی کاری کردن؟ فقط پیسه انبار کردن، توتیه ام. کردن، حریف های سیاسی خود از زدن کنار کار خانگیشان را واقعا انجام ندادن من به عنوان یک معلم بسیار عادی بر پارچه سیاست ورزی و کنش ورزی و کار کرده دولت توافقی کنونی واقعا نمیتونم نمره بدم. این بستگی بر ضعف این یاد هاست به نظر من استراتژی تامین امنیت استراتژی آگاهی بخشی برای شهروندان افغانستان استراتژی باسازی اعتمادی از دست رفته و بعد جلوگیری از فروپاشی یک بار دیگر مردم سالاری در افغانستان اینها از عادت دولت مردان افغانستان باید تدوین شود و واقعا به مردم نشان بدن که ظرفیت برای مدیریت وظایف اصلیشان را دارند اینها انتخابات مجلس نمایندگان را با به واقع برگزار نکردند برای این انتخابات اومدگی های بسیار لازمی ده که ما نیازمند هستیم ندارند از طرف دیگر چند نکته هم هست نادهای انتخاباتی که صدای ما را وقتی تاکید بر قانون میکنن مهار بکنن هرسی مداخله رئیس حکومت توافق در پروسه انتخابات ام. و نکس نگذارن که انتخابات یک بار دیگر ابزار دست کسانی باشه که با خود با تقلب با نگاه قومی با مهندسی کردن با فروپاشی مردم سالاری با ارزش زدایی رأی مردم یک بار دیگر بیان آرای مردم را زیر پا بکنن و خودشون با مهندسی اقتدار و قدرت سیاسی را بگیرن ام. این کارها اگر شوه مطمئنا انتخابات برگزار میشه و اگر قصه همین باشه که وزیر داخله بیا و بعد بگه که خب حادثه شد و تروریست آمد و داعش آمد مردم با ما همکاری نمیکنه <applause> و هر روز جوی خون جاری هست و کارت ریدهنده دهنده در جاده میمانه و نعشش خود زخمی برداشته میبره به طرف بیمارستان مم. و وجدانی هم نیست که استفا از موقف خودش که ناکارا هست و ثابت هم شده او طرف هم نما... مجلس نمایندگان غیر مشروع بر رئیس ناکارای امنیت بیا رای اعتماد مم. دوباره بوت در چنین یک سرنوشتی مردم افغانستان شاهد انتخابات نخواهند بود مم. باز برمیگرد در رسالت به همه نهادهای سیاسی شهروندان مسئول نوادهای ناظر جامعه جهانی و وجدان جمعی مردم افغانستان که ما را از این ورته و از این گرداب گرداب به ساحل نجات دقل همکاری بکن ما به مسیری برویم که افغانستان به مردم سالاری برسه و این یگانه گزینه هست اگر مردم سالاری این بار دوچاری فروپاشی شود و به اعتماد و افغانستان از دست رفته است اون ماموریت محبوب نیروهای تنتیک شمال هم مورد پرسش قرار میگیره افغانستان با واپسگرایی و با تهاجر و طالبان شدن و دهشت و با عقب ماندگی و با فقر و استبداد خودکامگی کشانده خواهد شد ما و واقعا زمینه توسعه سیاسی در افغانستان را از دست خواهیم ده. بله. آقای شرخ حالا نگرانی ها نسبت به پایین بودن آمار ثبت نام کنندگان در واقع وجود دارد. حالا در کنار از یک مسئولیت شهروندان افغانستان است تا در انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری با گونه گسترده پای صندوق های حضور پیدا بکنن شهروندان چه مسئولیت دارند به خاطر تامین شفافیت انتخابات حالا در کنار مسئولیت های رسمی که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات داره من باور به با این دارم که با یک وکیل خوب را یک معکل خوب انتخاب میکنه یک رئیس جمهوری خوب و قانون سالار را آگاهی جمعی و جمعی انتخاب بکنه در کناری از اینکه نادهای ناظر انتخابات این بار بسیار جدی باشند نظارت سازمان ملل متحد و نادهای جامعه جهانی وجود داشته باشه نادهای انتخاباتی واقعا قانون سالار باشن وابسته نباشند و جلوی مداخله چهره های سیاسی و فیگورهای پول و قدرت و تصویر و فریب و قاچاق را واقعا بگیرن در پروسه انتخابات به نظر من هر ریدهنده و هر کارت ریدهی که استفاده میشه خودش یک دریچه نظارت هست مم. اگر ریدهنده از آگاهی واقعی بر برخوردار باشه چگونگی استعمال رأی خود را شد بر مسیری که میفهمه واقعا در نظر داشته باشه و فردا هم یک مسئله دیگر هم هست وقتی این بحث را میکنیم از دیکتاتوری تا به استبداد یا از استبداد تا به دیکتاتوری تیوری هایی را که جین شارپ مطرح کرده اگر آرای مردم افغانستان این بار چی در انتخابات شورای ولسوالی چین مجلس نمایندگان چی ریاست جمهوری این دور با مسخره گرفته شود و کاندیدای بیان که ارزش زدایی بکنن و تقلب شود رسالت تک تک شهروندان افغانستان است با منظوری پاسدار مردم سالاری و این این قربانی بی‌دلیقی که مردم هر روز در خط نبرد و در جریان ثبت نام میتن به منظور پاسداشت حقوق مدنی خودشان اینها باید پشت دروازه کسانی که این خیانتی ملی را میکنن بی و نگذارن یک بار دیگر مردم سالاری دچار فروپاشی شو این مسئولیت تک تک شهروندان است و ما باورمند هستم که اگر واقعا با آگاهی جمعی با خیرت جمعی ما بریم به طرف چین یک روی کردی حدی اقل جلوگیری میکنیم از دست با توجه به اون فهرست نامزدان احتمالی از قضا هنوز هم برخی از شهروندان کشور میارهای چون زور و قدرت و ثروت در انتخابشان در انتخابات پارلمانی قرار دادن هنوز هم دنبال همون کسانی میرن که شما نام بردین این میراث کشورهای پس از جنگ هست مه. این میراث عدم آگاهی هست این در جامعه هایی که توسعه نیافته و فقر و مثل یک سوهان و سخان رو میتراشه مه. دقیقا نگاه شروان چنین چیز است نگاه ابزاری هست ولی ما نیازمند هستیم که تا مه. همه کارها من را در مسیر روشنگری و بیانگری و آگاهانیدن مردم نسبت به ارزش رایشان و خرج بتیم این مسیر مسیر تابناک و درخشانی برای مردم شود امروز برویم به طرف انتخابات تا تا 2050 یک افغانستان داشته باشیم مم. که همه با هم لبخند بزنن مم. نان تعارف کنن گل تعارف کنن و مورد بخشایش یکدیگر باشن و خشونت و انتحار و دهشت و تقلب و استبداد و خودکامگی و حتی استعلاع ارزش های هویتی بر کسی وجود نداشته خیلی ممنون از حضورتان بخیرش. در برنامه